وقتی زن یا شوهری خیانت میکنه اما اون زوج تصمیم میگیرن که با هم بمونن، چه راهی باید در پیش بگیرن؟ از نظر من این بسیار مهمه که اون شخص به خطایی که کرده اعتراف کنه و پنهانش نکنه. گاهی زن یا مردی زنا میکنه، بعد از کاری که کرده منزجر میشه و اونو کنار میذاره و میگه شاید از خدمات مکاشفه هیچ کس چیزی نفهمه، شاید هرگز کسی چیزی نفهمه. من اصلا اینطور فکر نمی کنم. من با این وسوسه مقابله می کنم، عمیقاً اونو انکار می کنم، نزد خدا توبه می کنم و در یک فرصت مناسب میرم پیش کسی که بهش خیانت کردم و به همه چیز اعتراف می کنم، ازش تقاضای بخشش می کنم، ازش می خوام که دوباره به هم اعتماد کنه و بعد با تمام وجودم سعی می کنم با بی‌اعتمادی که ممکنه مدت زیادی طول بکشه کنار بیام. ممکنه طرف مقابل فوراً ببخشه، اما بخشش و اعتماد دو موضوع جدا از هم هستن. مکاشفه. طرف مقابل شما تصور میکرده شما یک فرد وفادار هستید و الان فهمیده که نبودید. حالا چطور میتونه دوباره به شما اعتماد کنه؟ بنابراین باید اینو بپذیریم که ما این ازدواج رو شاید تا چندین سال به نابودی کشوندیم و باید دوباره درستش کنیم. باید پایه هایی که ویران شده رو از نو بنا کنیم. وقتی یک زخم عمیق به قلب یک انسان وارد میکنیم نمیتونیم بگیم خب حالا بیا ترمیمش کنیم و بچسبیم به ادامه زندگی. این ممکن نیست. پس باید چه کارهایی انجام بدیم؟ باید نزد خدا اعتراف کنیم، اجازه بدیم که با خون مسیح شسته و تقدیس بشیم، بریم پیش همسرمون و با قلبی شکسته نزد او اعتراف کنیم، عمیقاً به خدا اعتماد کنیم. برای مدتی طولانی انتظار بی‌اعتمادی همسرمونو داشته باشیم و در مقابل او فروتن باشیم. نمیتونیم بگیم تو که قرار بود منو ببخشی، پس چرا الان بهم اعتماد نداری؟ این نگرش همون نگرشیه که در وهله اول باعث انجام اون گناه شد. انسان فروتن اینطور صحبت نمیکنه. ما باید خوبی رو جایگزین بدی کنیم و اونقدر عشق بورزیم و محبت کنیم تا پایه های ویران شده دوباره ترمیم بشن و این اتفاق قطعا خواهد افتاد و من بارها شاهد چنین اتفاقی بودم.